که بسیار راجع بهش هم نوشته و هم گفته شد. فقط اشاره کنم که شاهرخ مسکوب در سن 80 سالگی در سال 1384 در پاریس درگذشت. اما زنده‌یاب شاهرخ مسکوب در نوشته‌ای با عنوان قصه سهراب و نوشدارو که به یاد سهراب سپهری نگاشته شده چنین میگوید: اما سهراب جور دیگری بود، یک کیسه استخوانی لهیده و دردناک، با دو چشم هوشیار و کنجکاو. میپرسید از بچه ها کی را میبینی؟ با این اوضاع به کجا میرویم؟ میخواست بداند بیرون از تخت و بیمارستان، بیرون از تخت بند بیماری چه میگذرد. نگران بیرون بود که پارسال زیر و رو شده بود، از شوق، از هیجان. زلزله را میدید و استخوان بندی ظلم را که با صدای هولناکی میشکند و مثل زباله روی هم کوت میشود. سیاه در سیاه، این سقف سنگین بالای سرمان هزاران ساله شکافی برداشته بود و ستاره ها کورسویی میزدند. ای روزهای خوش کوتاه، آیا فقط برای ثبت در تاریخ آمده بودید؟ روزهای پیش از نومیدی، روزهای صبح کاذب. یاد و نام این هر دو بزرگ ایرانی که مایه افتخار همه ما ایرانی ها، سهراب سپهری و شاهرخ مسکوب، زنده و گرامی باد. قطعه شعری از سهراب با عنوان زندگی رسم خوشایندی است با دکلمه زنده‌یاد خسرو شکیبایی رو براتون کلیپش رو درست کردم که اگر اتاق فرمان آماده باشه با هم میریم ببینیم و برگردیم. رسم خوشایندی است، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برم. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب‌پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی صوت قطاری است که در خواب پلی میپیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست، خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های غربت. چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم، چه ها که میبینم و باور ندارم. این شعر، این یه بیت از قطعه شعری است که زنده یاد مهدی اخوان ثالث که توسط روانشاد گیتی قبل از انقلاب خونده شده اون رو سروده. اما امروز میخوایم راجع به گیتی صحبت کنیم. گیتی پاشایی در سال 1319 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدر بزرگش جعفر منصوری شاعر و استاد تار و خوشنویسی بود. آقای منصوری نوازندگی تار و ستار رو به مادر گیتی آموزش داد و از همین طریق گیتی با دنیای موسیقی آشنا شد. وی ردیف‌های موسیقی سنتی رو نزد فرامرز پایور محمود کریمی و مهدی فروغ آموخت. پس از عقص دیپلم دبیرستان برای ادامه تحصیل به سیتی کالج نیویورک میره و در رشته معماری تحصیل میکنه.
همچنین در یه سفری به سیاتل اونجا موندگار میشه و لیسانس هارمونی و ارکستراسیون رو هم میگیره. در اواخر دهه 40 شمسی گیتی به جرگه خواننده ها در حقیقت در میاد و در موسیقی پاپ خیلی سریع چهره محبوبی پیدا میکنه. در سال 1354 به تصوف رو میاره و روی شعرهایی از شاعرانی همچون اخوان سالس، احمد رضا احمدی و محمد علی سپانلو آهنگ میسازه. در سال 1356 در فیلم سفر سنگ به کارگردانی مسعود کیمیایی که در اون زمان شوهر ایشون بوده ایفای نقش میکنه. در سال 1368 برای گذراندن دوره موسیقی کلیسیایی و ترانه های مذهبی به هامبورگ سفر میکنه. در کارنامه گیتی آهنگسازی 3 فیلم از مسعود کیمیایی، تیغ و ابریشم، سور و گروهبان رو هم میتونیم جستجو بکنیم. گیتی حالش بد میشه، مبتلا به سرطان میشه، میره آلمان برای در حقیقت ادامه معالجه. اما وسطای معالجه بوده که میشنوه شوهرش مسعود کیمیایی با گوگوش ازدواج کرده. رها میکنه درمان رو و برمیگرده به تهران. گیتی در اردیبهشت ماه 1374 در اوج افسردگی وقتی از آلمان میاد، یعنی خبر رو میشنوه افسرده میشه، در 1374 در اردیبهشت در اوج افسردگی و به سبب بیماری سرطان چشم از دنیا فرو میبنده. من یکی از زیباترین آهنگای گیتی رو امشب براتون کلیپش رو درست کردم. این همین در حقیقت شعری است که سروده زنده یاد مهدی اخوان سالس چه آرزوها. اگر اتاق فرمان آماده باشن با هم این کلیپ رو میبینیم و بعد در خدمتتون هستیم. خوشا
به بخش مهاجرت برنامه رسیدیم. عرضم به حضورتون دوست بسیار عزیزم، چهره ناماشنای همیشگی این برنامه، جناب آقای اسماعیل اربابی حضور دارن و من در خدمتشون هستم. خیلی مقدم میگم جناب اربابی، انشالله که تندرست باشید. و از اوضاع مهاجرت در این چند وقته چه خبر؟ خبری دست اول تازه چی داریم؟ بله، عرض کنم خدمتتون که خب وزارت مهاجرت و وزیرش یکی از خبرسازترین در واقع وزرای کابینه آقای هارپر هستن و عملاً سال 2012 قراره یه سال پر از اخباری باشه. ایشون در واقع انواع اقسام سمینارها و کنفرانس‌ها و در واقع میزگردها رو میذاره و نظرخواهی‌ها و خیلی به اصطلاح فعال داره حرکت میکنه که به هر حال برنامه‌هاشون رو دنبال بکنن. توی هفته گذشتم حتی به دو تا استان سفر کرد و در صدد هست که یه مقدار زیادی این مباحث رو مطرح بکنه. یکی از مهمترین خبرهایی که توی هفته گذشته منتشر شد در واقع نیت و عزم وزارت مهاجرت هست برای تغییر در برنامه‌های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری. وزیر مهاجرت کانادا در واقع اعتقادش این هست که برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری مشکلات و در واقع گرفتاری هایی داره که بایستی تغییرات اساسی بکنه. از جمله اینها اینکه معمولا احساسشون اینه که این نرخ شاید نرخ کمی است، رقم 8000 دلار در مقایسه با سایر کشورها. من تو برنامه قبلی هم به این موضوع اشاره کردم و استدلالش اینه که بایستی این رو رقابتی ترش کرد. در این حالی که کمه یعنی باید بیشتر بشه؟ بله، در واقع نظرشون روی 1,000,000 یا بالاتر هست که اعتقاد دارن باید به اون سمت بره سرمایه گذاری ها که بتونه با برنامه های در واقع سرمایه گذاری در جاهایی مثل استرالیا و آیا شما مثالی دارید برای استرالیا و اینا چه جوری الان؟ نه، جزئیات برنامه‌هاشون رو نمیدونم، اما به هر حال الگوبرداری وزارت مهاجرت از استرالیا خیلی زیاده، غافل از اینکه زمینه‌های توفیق برنامه‌های مهاجرتی تو استرالیا ممکنه دلایل متعددی داشته باشه که خب نباید همه اینها رو تک بعدی دید. گاهی اوقات به نظر میرسه وزارت مهاجرت یک چیزهایی رو که عملاً به سود دیدگاه‌های خودشون هست از این برنامه‌ها برداشت می‌کنن و استنتاج می‌کنن. اعتقاد کلی وزارت مهاجرت یا جیسون کنی وزیر مهاجرت این هست که این برنامه یه مقدار از این حالت انفعالی هم در این حال باید در بیاد، چون در حال حاضر خب فرد میتونه 800,000 دلار رو به مدت 5 سال نزد بانک‌ها بخوابونه یا و بدون بهره پس بگیره این رو، یعنی عملا خودش حرکتی نکنه، یا اینکه 180,000 دلار رو سرمایه گذاری کنه و مابقی رو بانک‌هایی که مشارکت میکنن سرمایه گذاری کنن. اما اعتقاد وزارت مهاجرت این هست که خب ما به یه ترتیبی بایستی نقش سرمایه گذاران رو در به اصطلاح فعالیت ها بیشتر بکنیم، سرمایه گذاری فقط بحث منفعل در واقع منفعل نباشه. این به اصطلاح یه چکیده ای بود در مورد برنامه تغییر برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری. که یکی دیگه از نکاتی که ایشون هفته به اصطلاح جاری مطرح کرد ویزای تحت عنوان استارتاپ برای کارآفرینان خلاق اقتصادی. کارآفرینی هم یکی دیگه از برنامه‌های در واقع کسب و کار یا بیزنس یا سرمایه گذاری یا بیزنس اگر بگیم بهتر هست در چارچوب برنامه‌های بیزنسی به اصطلاح کانادا قرار می‌گیره برای مهاجرت. معمولاً در انترپرنور دیگه، بله انترپرنور هست و در سال‌های گذشته یا بشه گفته یکی دو دهه گذشته این برنامه